فصل 11. از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی می کنم. اکنون باید شما را تحسین کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید. اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. اما زن جلال مرد را منعکس می سازد. زیرا مرد از زن آفریده نشد، بلکه زن از مرد به وجود آمد. و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد خلق شد. به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است. به هر حال در اتحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست. زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد، مرد از زن متولد می شود. نه تنها هر دوی آنها، بلکه همه چیز متعلق به خداست. خودتان قضاوت کنید. آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟ مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است؟ اما برعکس، گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم. ولی در مورد دستورات زیر شما را تحسین نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید، نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه باور می کنم، زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید، برای خوردن شام خداوند نیست، زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده‌ای گرسنه می‌مانند، در حالی که دیگران مست می‌شوند. عجب، مگر خانه‌ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می‌خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می‌توانم در این امر شما را تحسین کنم؟ ابداً. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسای خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه است که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید، به یاد من بنوشید. زیرا تا وقت آمدن خداوند، هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد.
به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مردند. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم. پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد، مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود. و در خصوص مطالب دیگر، هر وقت با آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد.